هیئت خدمه اهل بیت علیهم السلام از مؤسسه‌های مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر مقدس کربلا در دهه اول محرم اقدام به توزیع آب نوشیدنی نمود. سید علی حکیم از اعضای این هیئت اظهاراتی در این باره به خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کرد. مقلدین آیت الله العظمی شیرازی در دهه اول محرم 1444 بیش از 3 میلیون لیوان آب را بین مواکب و حیاعات در شهر مقدس کربلا توزیع کردند. نبیل کاظم عبدالصاحب وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق با ژان کریستوف اوژه سرکنسول فرانسه در موسل و هیئت همراهش دیدار کرد. وی در این دیدار گفت نهادهای آکادمی عراق را روابط همکاری با دانشگاه‌های فرانسه بر اساس توافقنامه امضا شده بین دو کشور و برنامه‌های علمی مندرج در آن در زمینه‌های آموزش عالی و تحقیقات علمی گره می‌زند. سازمان بهداشت جهانی از مردم درخواست کمک کرد تا نامه‌های جدیدی را برای بیماری آبله میمون پیشنهاد کنند تا از انگ و برچسب‌ها و مشکلات ناشی از نامگذاری فعلی این بیماری که به سرعت در حال گسترش است کاسته شود. این سازمان بین‌المللی از هفته‌های گذشته نگرانی خود را در قبال نام این بیماری که از ماه می گذشته در محافل بین‌المللی ظاهر شده ابراز نگرانی کرده است. سیل‌های ناشی از بارش شدید باران باعث جان باختن 66 تن و تخریب شمار زیادی از منازل در سودان شده است. به گفته یه سخنگوی شورای ملی دفاع مدنی سودان، دست کم 24 هزار منزل و 20 ساختمان دولتی بر اثر سیل تخریب شده است. وزارت امور خارجه عراق از تکمیل مقدمات کنفرانس گفتگوی ادیان خبر داد. این کنفرانس با همکاری و هماهنگی واتیکان و تعدادی از کشورها و نهادهای بین المللی به منظور ارتقای صلح، همکاری‌های بین المللی و ترویج فرهنگ همزیستی برگزار خواهد شد.